عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، من داریوش آتش با مبحث والمت در خدمت شما عزیزان هستم. مرجع کتاب آکسفورد ای تی بی و انیکس 3 می باشد. امروز قرار است در کنار هم به تحلیل مبحث والمت بپردازیم. بررسی متار و تافور در مباحث قبل که خدمت شما عرض کردم، تا به اینجای کار متوجه شده ایم که می توانیم اطلاعات و پیشبینی شرایط هواشناسی را قبل از پرواز به دست بیاوریم. اگرچه با تحلیل و یادگیری مبحث امروز قادر خواهیم بود اطلاعات هواشناسی را زمانی که در فیز پرواز هستیم با وارد کردن یک فرکانس مناسب در رادیوی هواپیما به دست بیاوریم. یکی از این سرویس های اطلاعات دهی هواشناسی در پرواز والمت می باشد. والمت از دو بخش مختلف وال و مت تشکیل شده است. وال کلمه ایست فرانسوی به معنی پرواز یا فلای و مت به معنی هواشناسی می باشد. در اصطلاح والمت is a term for the meteorological information for aircraft in flight به معنی اطلاعات هواشناسی برای هواپیما در فیز پرواز. والمت یک منتشر کننده است از جنس ground to air که توسط دستگاه های رادیوی ارسال می شود و شامل گزارش های هواشناسی و پیشبینی آنها می باشد و در دو فرکانس مجزا high frequency و very high frequency ارسال می شود. با توجه به شکل، های فرکانسی با سیمبل HF و بازه 3 تا 30 مگاهرتز و very high frequency با سیمبل VHF و بازه 30 تا 300 مگاهرتز تعریف می شود. والمت به صورت plain language آخرین وضعیت هواشناسی را به شکل متار، تافور و سیگمت برای هواپیما پخش می کند. با توجه به انکس 3 محتویات والمت شامل Continuous والمت برودکست و Schedule والمت برودکست می باشد. Continuous والمت برودکست که در بازه VHF یا Very High Frequency شامل اطلاعات متار اسپیسی با ترند فورکست ها می باشد و اسکیجول والمت برودکست که در بازه HF یا های فریکونسی شامل اطلاعات متار اسپیسی و ترند فورکست ها و تافور و سیگمت می باشد. یک نکته مهم در مورد اسکیجول والمت برودکست، طبق آکسفورد بازه Schedule والمت برودکست بین 3 تا 20 مگاهرتز تعریف شده است. خب دوستان عزیز، تا اینجای کار متوجه شدیم که والمت یک سرویسی است برای هواپیما در فاز پرواز که اطلاعات هواشناسی را در اختیار خلبان قرار می‌دهد و بازه فرکانس آن در VHF یا HF تعریف می‌شود. والمت اپریشن. برای استفاده از والمت به Aeronautical Information Publication یا AIP آن استیت یا FIR که قرار است در آن پرواز کنیم مراجعه می کنیم و در قسمت جن 3.5 که مربوط به هواشناسی می باشد فرکانس مناسب برای پرواز در آن ایریا رو که مربوط به والمت می باشد یادداشت کرده و مورد استفاده قرار می دهیم. یک نکته مهم درباره والمت در ایران، والمت در FIR ایران
ارائه نمی شود. به همان شکل که عرض کردم، برای پیدا کردن فرکانس ولمت به AIP on fire مراجعه می کنیم و در بخش جنس 5 در جدول مترولوژیکال رادیو برودکست فرکانس مورد نظر را یادداشت کرده و مورد استفاده قرار خواهیم داد. به صورت مثال در AIP لندن در قسمت جنس 5 که مربوط به هواشناسی می باشد، در جدول مترولوژیکال رادیو برودکست فرکانس ولمت را پیدا کرده که در اینجا 135 نوشته شده است. ولمت قادر خواهد بود شرایط هواشناسی یک یا چندین فرودگاه را طبق شکل مطرح کند که به صورت مثال این فرکانس برای این ولمت میتواند شرایط هواشناسی چندین فرودگاه را بیان کند. چند نکته قابل توجه درباره استفاده از ولمت. ولمت قادر خواهد بود شرایط هواشناسی یک یا چندین فرودگاه را بیان کند. ولمت به بیانی ساده و قابل درک طراحی شده است تا در پرواز خلبان به راحتی بتواند شرایط هواشناسی را متوجه شود. همچنین خلبان می تواند قبل از انجام پرواز فرکانس ولمت را از قسمت AIP استخراج کرده و مورد بررسی قرار دهد تا در شرایطی که نیاز به فرودگاه‌های اطراف فرودگاه مقصد به عنوان آلترنت باشد بتواند شرایط هواشناسی آنها را بررسی کند. و همچنین ولمت ها هر نیم ساعت یک بار آپدیت خواهند شد. و در انتها برای بهتر متوجه شدن مبحث ولمت چند سوال را با هم حل خواهیم کرد و مبحث را به اتمام خواهیم رساند. در سوال اول ولمت is defined as، بهترین پاسخی که می توانیم برای تعریف ولمت داشته باشیم، ولمت یک continuous radio broadcast می باشد که می تواند شرایط هواشناسی فرودگاه را observe و forecast قرار دهد که پاسخ این سوال گزینه چارلی می باشد. سوال دوم، ولمت are update. عرض کردم که ولمت ها هر نیم ساعت یک بار آپدیت خواهند شد که پاسخ درست در اینجا گزینه دلتا می باشد. و در سوال سوم، ولمت are، عرض کردم که ولمت ها ترانزمیشنی هستن از نوع ground to air و در بازه های فرکانسی و very high frequency مطرح می شوند که در اینجا پاسخ درست گزینه دلتا می باشد. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز. اوقات خوش و سرشار از سلامتی را برای شما آرزومند هستم. خدا نگهدار.